سلام عرض میکنم خدمت همراهان همیشگی سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. من الهام صفاجویی هستم و امروز میخوام راجع به تارگت سکتورهای ویزای تالنت با شما صحبت بکنم. تارگت سکتور اول ریسورسز یا منابع میباشد. این گروه مربوط به رشته هایی است که در حوزه های علمی، مهندسی، مدیریت و تکنسیانی فعال هستند و به منابع اصلی مربوط میشه. افراد در این گروه به طور کلی کسانی هستند که به صورت ماهرانه به زمینه‌های بررسی، تحلیل، فراوری و بهره‌برداری از منابع می‌پردازند. زیرمجموعه‌های این گروه عبارتند از Engineering، Metallurgy، Geology، Waste Management، Energy Saving Technology، Extraction and Processing. گروه بعدی زمینه‌های مربوط به کشاورزی، غذا و تکنولوژی مربوط به آنهاست. به طور کلی کشور استرالیا یکی از حاصل خیزترین سرزمین‌های دنیا در زمینه تولیدات کشاورزی است. کاملا واضحه که نیاز این کشور به متخصصین مربوط به کاشت، داشت و برداشت و تولید محصولات بیشتر با کیفیت بالاتر غیر قابل انکاره. به خصوص که در قرن حاضر شیوه های سنتی جای خودشون رو به تکنولوژی پیشرفته دادن. زیر مجموعه های این سکتور عبارتند از نانو ماتریال، سید تکنولوژی، بایو فیوز، سپلای چینج اند پکینگ، ویربل تکنولوژی. تارگت سکتور سوم به مبحث مربوط به انرژی میپردازه. همانطور که متخصصین مربوط به زمینه‌های انرژی می‌دونن، این زمینه هرگز محدود شدنی نیست. از تولید انرژی تا مصرف، صرفه‌جویی، کشف و استفاده از منابع تجدید پذیر اون، صدها رشته دانشگاهی و تخصص کارآمد رو شامل میشه. لازم به ذکره که برای کشوری مانند استرالیا، تولید انرژی به هر بهایی معنا نداره. در کنار تمامی این تخصص‌ها، حفظ محیط زیست خود به تنهایی اهمیت بسیار بالایی داره. زیر مجموعه های این سکتور عبارتند از Clean Energy, Resources Robotics, Computational Metallurgy, Beneficiation و Battery Energy Storage. در تارگت سکتور چهارم به مسائل مربوط به صنایع بهداشت می‌پردازیم. همانطور که می‌دانید کشور استرالیا اهمیت ویژه‌ای را برای بهداشت و سلامت شهروندان خود قائله. بیمه درمانی مدیکر متضمن درمان رایگان تمامی شهروندان این کشوره. به طور واضح حفظ سلامت این افراد منافع اقتصادی بالایی رو برای دولت استرالیا در پی داره. شیوع ویروس کرونا نیز اهمیت این گروه رو بیش از پیش پررنگ کرد. زیر مجموعه های این تارگت سکتور عبارتند از Medical and Biomedical Technology، Pharmaceutical and Vaccine Research and Development، IT Biochemistry، Digital Health، Importable and Wearable Devices و Genomics. در تارگت سکتور پنجم در مورد مسائل مربوط به هوافضا صحبت می‌کنیم. کشور استرالیا به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان همواره توسعه دهنده برنامه‌های پیشرفته نظامی و دفاعی بوده. تحقیقات و تولیدات این کشور در زمینه هوا و فضا نیز در خور توجهه. دولت‌های این کشور همواره بودجه‌های قابل توجهی را برای برنامه‌های نظامی و فضایی اختصاص دادند و این کشور سعی داره رتبه بالایی را در این زمینه برای خود کسب کنه. زیر مجموعه های این سکتور عبارتند از Astrodynamics، Satellite Systems، Rocket and Avionics Systems، Urban Mobility، Military Equipment Acquisition and Sustainment، Automation and Robotics، Nano Manufacturing، Sustainable Manufacturing and Life Cycle Engineering. این ویدیو در خصوص 5 سکتور اول ویزای تالنت با هم صحبت کردیم. در ویدیوهای آتی در مورد بقیه سکتورها و جزئیات اون سکتورها با هم صحبت می‌کنیم. ممنون که با ما همراه بودید. تا پایان مسیر همراه شما هستیم.